اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد که امروز سه‌شنبه عملیات امنیتی در 4 استان این کشور با هدف پیگرد عناصر باقی مانده گروه تروریستی داعش و کشف و ضبط سلاح‌های غیرقانونی آغاز شده است. این مرکز در بیانیه اعلام کرد مقر سیار فرماندهی نیروهای زمینی در استان دیاله با نیروهای متشکل از لشکر 37 پیاده نظام تیپ 9 و لشکر تکاوران استان و با پشتیبانی جنگنده‌های ارتش عملیات امنیتی خود را در مناطق ام الهنته و الاصلاح در خانقین با هدف پیگرد عناصر باقی مانده گروه تروریستی داعش آغاز کردند. در این بیانیه آمده است در ساعت 5 صبح نیز مقر پیشاهنگی فرماندهی عملیات مشترک در کرکوک با نیروهای متشکل از لشکر 45 پیاده نظام تیپ 11 و 2 گروه از تیپ 9 و در محوری دیگر نیروهای لشکر 18 و گردان تسلیحات ویژه پلیس فدرال عملیات خود را آغاز و به پیگرد عناصر داعشی و بازرسی مناطق جنوب کرکوک پرداختند. به گفته مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق، همزمان با عملیات کرکوک، فرماندهی عملیات بصره نیز عملیات بازرسی، اعمال امنیت و اجرای قانون را در مناطق شمالی استان بصره آغاز کردند. بر اساس بیانیه مرکز امنیتی عراق، در استان میسان در جنوب عراق، عملیات نیروهای واکنش سریع در منطقه العزیز آغاز شد و نیروهای عراقی به دنبال دستگیری تروریست‌های تحت پیگرد و کشف و ضبط سلاح‌های غیرقانونی در این منطقه هستند. مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق تأکید کرد که نیروهای عراقی به برقراری امنیت و اجرای قانون در تمامی مناطق با هدف حمایت از شهروندان و مبارزه با هر تجاوز و تهدیدی ادامه خواهند داد.